دخترتو نمیدی؟ دخترت بعد چند سال اومده، سوالی نداری؟ فرهاد کجاست؟ پیش باباشه. باباش؟ باباش مگه نمرده؟ مگه نکشتنش؟ چرا کشتنش؟ منتها بابادار شده. نگفتم از اصلان ببو؟ از تو زندان نگفتم؟ نگفتم مامانتو از سوء تفاهم در بیار؟ مامانم کجاست؟ دو روزه نیست. همه جواب پیش من نیستم. برگرد بی پسر اصلان. الان هم بی بچه هم اینجا ولی نمیمونم. این ننگو کجا ببرم که 6 روز زنم خونم نیست؟ شهادت دادی؟ مطمئن بودی میام واسه هم باش خواب گذاشتی؟ مطمئن بودم. گسیخم واسه بابا استواره. بابامو قاچاق فروش کردم. هر کسی یه مسئولیتی داره دیگه. راست میگی یاردان قالی. مسئولیت منم این بود که بابامو بفروشم. مسئولیت تو چیه؟ جونه دلم قشنگ بپزش واسه بابا استوار. مسئولیت من اینه، من مردتم، شوهرتم، عشقتم. عشقم، شوهرم، مردم. بچه همو گروه میگیره تا مجبورم کنه زیر پای بابامو خالی کنم. لباس ها رو بابا استوار شسته، لباس های فراد و من و با یه دنیا عشقم شسته. عشقم، شوهرم، مردم. سر بابام کلا میذاره، باسبانی مرگ مادرم میشه. همه دنیا فدای سر عشقت، مرده، شوهرت. حتی مادرم که مرد. من برات کافی نیستم فرو، برات بس نیستم، جای همه کس نیستم. توی وجود نداره. تو کدوم بدبخت. هرچی از بابا استوارته. بشین، پاشو، بخور، بکن، نکن. هرچی استوار خواست. اسم تو عشق نیست. تو مریضی.
حبسم میکنی تا آفتاب نبینتم به خاطری که مریضی، پاچشم رو بالا میاری به خاطری که به غیرتو به چیز دیگه نگاه کردم چون مریضی، آشفته‌ای، دکتر لازمی، مثل عروسک خیمه شبازی همه نخواد دست بابا استوارته. تو نمیزن میدیم از خاطر چی؟ واس خاطر اینکه هنوز از سمت بابا استوار دستوری صادر نشده، گفته با دلم را بیا که وقت نزنم به سیم آخر پتتون رو کنم. غیر اینه؟ گفته با دلم را بیا، گفته با دلم را بیای، نه؟ برو تو برو یارمارات رو در نگاز برو برو. سلام حسین یار. سلام یار علی. گله سگای وحشی حمله کردن به یار ابوالفضل. انشالله خیره. خیر کجا بود؟ میگم سگا حمله کردن. چه میدونم والا، هوش و حواس هم سر جاش نیست، لت و پارم، تازه از تهران اومدم. علیار حالش خوب بود؟ چی بگم والا، چایید براز؟ آره بیا بیا یه چایی با هم بخوریم، تو هم حال روزت خوب نیست. یا الله برگشتی دیدی نیستن، چرا نرفتی دنبالشون؟ مگه جایی هم دارن برن جز اون خونه؟ ای 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 داغ معصومه مونده دلم. نگو پیر مردی حرفو، زنه رو دوست داره علیار که سر برگردوندی دیدی نیستش تو ترمینال، درستش هم همینه. کدوم درست بابا؟ چی داری میگی؟ زنگی ددری بچه و شوهر رو ول کرده رفته، درست مفهم؟ این که ندیده نفهمیده میگی تهمته. چای اولت هم سرد بود، امشب از رو قوز بلند شدی، یا این یکی داغه؟ چای نمیخوام اصلا. لقمه رو چرا دور سرت میچرخونی حسین یار؟ میگم زنی که بچه رو ول کرده رفته، شوهر رو ول کرده رفته، اسم این کار چیه غیر از آبرو ریزی؟ برگرد تهران، برگرد تهران، دست علیا رو بگیر. آقا چه دستی ازش بگیرم؟ زنی خودش رو زده به خواب، معلوم نیست کجا رفته با کی رفته. داری بعد حرف میزنی؟ چه بدی؟ همین که میگی کی کجا، ندیده میبری میدوزی تن شیطون میکنی. بابا یه دقیقه یه کار دارم. سلام. یه دقیقه بشین دخترم. نکن یار علی، نگو پیر من. چی کار نکنم؟ چرا نگم؟ ببین دخترم، زنه ول کرده رفته الحمدلله، گوش میکنی؟ فکر میکنی اثر دوست داشتن گرفته علیار؟ نه، اثر ثوابش گرفته، به خاطر بچهش گرفته. مگر این که بهتر از تو؟ علیار دوستش داره مرد. نداره، نداره، زن هم نداره، ولش کرده رفته. چرا ولش کرده رفته؟ چون دوستش نداره. من چی کار دارم دوستش داره یا نداره؟ من اینجا حیو حاضر نشستم ببینم علیار کی میاد سراغم. آخه دخترم بفرما، همینو میخواستی؟ به خدا که مرگ برای خودش نعمتیه، کاش میمردم اون لحظه رو نمیدیدم که بچه‌ام علیار جلوی چشم این شب آب بشه. خدا بلده کاری که مرگ رو آفریده. مرگ برای همچین روزی خوبه. اینقدر خودتو آزار نده مرد. سوار کنم. چرا نرفتی؟ مامانت پیدا شه بابا. مامانت دوست داره میدونی که. دیگه شخ نمیاد. معلومه که میاد. اصلا برگشتیم که اگه برگشت بدون اینجا این پیدا میشه. الان ما گم شدیم یاود. اخماتو واکن. به دلت بد را نده تا برات قصه اسبای روستامونو بگم. یه حکایتی هست در روستامون که میگن
بعد از دشت، اون دور دور، اونجایی که درخت ها کنار هم زندگی میکنن، هزار تا اسب وحشی سفید هست که فقط به بچه ها سوار میکنن. چرا به بچه ها فقط؟ میگن اسبای سفید فقط به کسایی سواری میدن که بیگناه. حالا بیگناه ها کیان؟ فقط بچه. منم بچه هم؟ از اون معصوماش. به تو ماما سواری نمیدن؟ آخه ماما فرو خیلی اسب دوست داره، ولی من تو رو دوست نداره که گذاشته رفته. مطمئنم تو رو خیلی دوست دارم. تو رو چی؟ سیبیلامو میخواد بخوره این خرگوش خوشگله رو. تو خرگوش خوشگله منی؟ آره جان. ببینم آتنه، بابا کجا؟ با اجازتون برم تا خونه سر به موری بزنم. منم میام پیش بابا. اگه اجازه منو میخوای که اجازه نداری. هرچی باشه شوهرمه. وقتی با چمدون از خونت میای بیرون تنهاش بذارم بدتر نیست؟ نه. اول تلخی شلغم، بعد شیرینی آدامز. خب باشه. شما قبلا یه بار این تجربه رو داشتی، یه بار تنهاش گذاشتی، درست همون وقتی که لازمت داشت. اگه همون موقعی که کلی بدهکاری بالا آورده بود کمکش میکردی، شاید اصلا پیشنهاد استوار رو قبول نمیکرد. ها الان این سوال بود یا توبیخ؟ جفتش باشه چی؟ ماما جا دست دیگه تلخه. اگه این تلخی رو تحمل کنی بابا، بعد شیرینی آدامس میچسبه. بذار تلخی این نبودنت رو بچشه موری، اون وقت قدر بودنت رو بفهمه. میبینی چه دنیای عجیبیه؟ اگر عروس قهر کنه، پدر شوهر باید بره دنبال کاراش تا بالاخره مجبورش کنه یا آشتیشون بده. ولی روزگار برای من طوری پیش رفته که من باید برعکسش رو از تو بخوام. میشد این روزگار یه شکل دیگه ای پیش بره؟ نه بس دیگه عروس، تو 65 سالگی عادت ندارم قور بزنم توضیح بدم که اگر همه داراییم پشت موری بود باز به فناش میداد، باز میرفت استوار رو ماچ میکرد. استوار، استوار، استوار. منی رو همین استوار فرستاد زیر خروارها خاک. اصلاً شوهر تو رو که پسر من باشه به این روز رسون. فروغ هم که تکلیفش مشخصه. ببین من از آه و ناله مردم میترسم. منی متاعی رو میده دست مردم که آه و ناله و نفرین پشتشه. میخوای آه پشت سر یاسی باشه؟ کاری دارم بابا، خصوصی. کارت دارم.
من باهات کاری ندارم. میگم کارت دارم. من الان با سراک باشم اینجا. ماشینو ول کردم وسط خیابون اومدم اینجا. دو کلمه باهات حرف دارم. چی میشه بابا با چیو بشنوی؟ را دوری میره؟ میتونستم پشمند موری بگازم برسم عراک. عراک؟ شما دوتا چی کردی؟ از اینو گذاشتم وسط خیابون اومدم. شوهرم کجاست؟ فروغ موری کجاست؟ رفت جنسا رو برسونه عراک. تو چرا نرفتی؟ نخواستم برم. میگم حالا که فروغ منصرف شده موری هم میتونه منصرف شه، نه؟ مگه نه بابا ماجد؟ بهش زنگ میزنی؟ بله. بله. بگو بابا ماجد، بگو که موری اومده خونه منتظر ما بریم پیشش. همسایتون بود. آرام بخش بهش دادم، خورد خوابید. بیا بیرون، کارت دارم. میدونی بعد چند سال گفتی بیا کارت دارم؟ الان دیگه وقت حرف زدنه، نه بابا؟
شاید هم یه خوره دیره واسه حرف زدن. موری رو با اون همه مواد گرفتنش اعدامش میکنن. اعدامش هم نکنن ابد رو شاخش. حالا که آب از سر من و موری گذشته میگه بیا بشینیم حرف بزنیم. الانم که حرف نمیزنیم. با هم میریم تحویلت میدم. اگه راست بگی که اون ماشین رو ول کردی اومدی. تازه میگه اگه راست گفته باشم. بابا من و موری هم مریخ نیومدیم، ما از خونه خودت اومدیم، دست پرورده خودتی. من یه اشتباه کردم دامن هممون رو گرفت، ولی من و موری این نبودیم، این شدی. ذات من، ذات موری، ذات خودت که بد نیست. افتادی زندون باز خاطر که طمع کردی. آره نمیدونستی مواد جا به جا میکنن، ولی کاکا وارد کردن قاچاق نبود. من بهت نگفتم با اونو شریک نشو؟ خودت طمع کردی. نه بس دیگه، این چماق گذشته رو هی نکوبونی تو سر من. من تو اون گذشته هیچ تقصیری ندارم، ولی تو اون گذشته یه خدا بود، یه قانون. قانون مجازات کرد، گفت تمام. وقتی راست میرم، راست میام، دلم به هم میگه خدام گفت تمام. خدا شاهد بود که من نمیدونستم استوار چه غلطی با پول من میکنه. نمیدونستم که میخوان کاکاو رو قاچاقی وارد کنن. اینو تو میدونی، موری میدونه، همه میدونن. بازم به من سرکوف میزنین؟ نباید میذاشتی با احسان ازدواج کنم. ببین، یادت نیست؟ یادت نیست تو شیرین بودی اون فرهاد ها؟ حرف، منطق، التماس، زور، کدومش رو تأثیر داشت؟ میزدی عجب بلند نشم. میزدم؟ تو دخترمی. آدم دخترشو میزنه؟ هی بلند میشی، کوتاه میشی، هی دست پرورده، دست پرورده. کدوم دست پرورده؟ فکر میکنی حالم خوشه؟ از این به بعد یاسی آینه دق جلوی چشم آوردمش اینجا، زدم تو گوشه موری، به امید این که گوشی بیاد دستش، خلافو بذاره کنار، بیاد دست زن بچه‌شو بگیره ببره. همون زدنی که تو میگی اثر داشت؟ نداشت. نیومد، نکرد، نذاش کنار این خلاف لاکردارو. تو میگی ماشینو ول کردی، میگی به توبه اومدی، دلخوشی به هم بده که قرار آدم شی، درست شی. عین کوه پشتت وای میسم. دست بذار رو قاب عکس مادرت، به مادرت قسم بخور، دلمو قرص کن بیفتم به یک کارت. وسط خلاف پشیمون شدی، اینو قانون میفهمه، باریکلام بهت میگه. دلمو قرص کن، از شر پسر استوار راحتت میکنم. بچه تو میارم اینجا، روی چشمم میذارمش. یاسی رو هم روی این یکی چشمم. تو هم محدود حبس میکشی، محدود حکم میگیری، بعد میای بیرون. برو امورات دستگاه های منو تو پاساژا به عهده بگیر. هم نون خودتو درار، هم نون بچه تو. دکی راه حلت اینه؟ طلاق من از پسر استوار میگیری؟ چون پسر استواره. آره، پسر استوار، داداش اسلام. خلاف شدم چون استوار انگ خلاف به هم بست. تو هم به هر دلیلی بر علیهم شهادت دادی. چرا نمیفهمی من طلبکارم؟ به خاطر دق زنم، به خاطر آبروم که رفت، چرا باید قیافه بدهکارا رو به خودم بگیرم؟ اصلان و استوار و علیار واسه من یکی هن. اگه میگم رو چشم میذارم فقط به خاطر توه، وگرنه تره به تخمش میره حسنی به باباش. انصاف داری و میگی فرهاد معصوم این استواره؟ بابایی؟ بابا بزرگی؟ کار را که کردان که تمام کرد. که چی؟ باید بری خودتو معرفی کنی. کاری نکردم که بخوام خودم معرفی کنم. مواد بار زدی، این یعنی کار.
دست بعد بابا میخوام برم بیرون. با هم میریم بیرون. همین الان قبل از رفتن به آگاهی اول تکلیف بچه رو روشن میکنیم. تو از فرهاد بیزاری. هنگو بچت بچت. پیش کی باشه بهتره؟ تا تو برگردی پیش کی باشه بهتره؟ پیش من یا کس و کار استوبار؟ خودتم فهمیدی. به روز نمیخوای بیاری. اون با باباش فرق میکنه. با داداشش هم فرق داره. خیلی خوب. فرق داره. اصلا آدم خوبیه. قبول. چند سالشه؟ 30 خورده که تو یه 40 مدرسه خوب بنویستش، خونه خوب بهش بده، غذای خوب، لباس، کفش و کوفت و زهرمار میتونه؟ بچت اینجا نباشه، با تو نباشه، تو انگیزه خوب موندن پیدا میکنی؟ توبه کرده میمونی؟ نمیخوای بچت بره دلت باشه؟ نمیخوای سنگینی بارش رو دوشه یه جوون 30 چند ساله نباشه؟ ها؟ من تای خطم بچه منیره رفت موری رفت میکشنش بالا اعدامم نشه حالا حالا بیرون بیا نیست بی منیر بی موری تنها تو برام میمونی تو هم به بچت بندی بفهم که میخوام برام بمونی همه دنیا رو زیر رو میکنم تا بتونم موری رو نجات بدم ولی تو میدونی منم میدونم چه خاکی به سرم شده واسه تو دیر نیست تو ماشینو ول کردی میتونی سر توبت بمونی اگه دلخوشی داشته باشی دلخوشی چیه؟ بچت فردا صبح میریم تحویلت میدم قبلشم میریم دادگاه خانواده برای تشکیل پرونده طلاق بعد بچه رو میگیریم و میریم قبول؟ منی که دخترتم میخوای میشه آدم دخترشو نخواد؟ فرهادم قد من میخوای همونقدر که دلت با منه با فرهادم هست به هم فرصت بده اون هم قد تو بخوام فقط به این وکالت بده یه وکالت تمام و کمال تا آخر عمر نوکری تو میکنم اون علیارم که میگی آدم خوبیه میره پی زندگیش آبابا بفرم باور کن خیر تو اون علیا رو میخوام میخوای بری زندان برگردی اون وقت تو ده رسواش کنن یا بهش چپ چپ نگاه کنن
اونجا محیط کوچیکه، همه همو میشناسن. اون سوخت میکنه، تو هم سوخت میکنی. دوستش دارم. ولی امضا میکنم. من که به دردش نمیخوام. بیاد و اسمتو بیاره دیگه ارزشی نداره خودتو معرفی کنی. زنگ بزن حال قضیه رو بکن، بعدش هم باید برم سراغ موری. برو برو ببینم چه کار میکنی شیرزن. شما تو ماشین بمون. ایوا کجایی تو دختر؟ مردن این شوهر تو فرهاد جا بودی؟ قصهش مفصله. این قصه نیست. درده که ندونم این همه رو زنم کجاست. من بر تو ثوابم نزن. فرهاد بر تو ثوابه. دوستش دارم فرهاد. کدوم ثواب؟ فروغ چی؟ زدم تریاک گذاشتم تو عروسک ببرم بفروشم. وسط راه فکرت صدات حرفات منصرفم. انصراف از نظر قانون خوبه ولی به من یه بخشش نیست. بیخبر رفتم که بری دنبال زندگیت، حالا اومدم فرهادو ببرم بدم به بابا، خودم برم زندون که بری دنبال زندگیت. خیلی مردی علیر، خیلی مرد. مردی که زنش با دلیل و بی دلیل ولش میکنه میره. دارم چمارم
چی؟ شمارم مثل فرهاد سواب نیستید، علاقه اید. دروغ چرا؟ قبلتر سواب بودید، هم شما هم فرهاد، ولی خب چیکار کنم، نمیتونم بگم. اینطوری بزرگ شدم، حیا دارم حتی بزنم. من من دوست دارم فروخان، کوچکترم بزرگترید، یه مدلی هستید، چه میدونم، مدلی که من نیستم، یعنی میخوام بشم، میخوام. کی بده کاری؟ از کی دزدی کردی؟ بنویس با آدرس با مشخصات. شبیه کسی رفت بیرون؟ هر روز بعد از نماز صبح تا خود صبح با دل و جون نمازه آقاتون رو میخونم. دستتون درد نکن. سرشو بدم. پیش منی نمیخوام. بابا یرانی عروست از زندان زنگ زده. یا بسم الله، دلم برای تنگ شده بود. من بابا علیا رو میخوام. چرا اینقدر غصه بخوری؟ چرا کف زمین؟ هیچ وقت یادت نره بابای تو، برادر تو زندگی منو به فنا دادن. فروغ میگه تو آدم خوبی هستی، واسه من اما اصلانی، استواری، واسه من داغ منیرید که به دلم گذاشتید. بر فرض محاله، محال محال، اگه بابا زنده بود بین من و اون کدوم انتخاب میکردی؟ تو رو